سلام و روزتان بخیر. من محمود مرهون هستم، شما بیننده سلسله بیایید پشتو بیاموزیم هستین. زبانهای جهان در سیستم زبانی خود دارای یک سیستم یا یک ساختار الفبایی خاص هستند که من جمله زبان پشتو یکی از زبانهای جهان دارای یک سیستم و یا یک ساختار خاص الفبایی هستند که دارای 44 حرف می باشند. این حروف که 52 صدا میشن به سیستم های گوناگون یا در ردبندی های گوناگون جابجا شده که هر ردبندیش با نظرداشت مشخصات خود برای شما ارائه میگردد. اولین کتگوری اول که هستن صداهای هستن که زبان های منطقه که دری و عربی هستن، دری زبان افغانستان و عربی که زبان مذهبی ما هست، با نظرداشت این دو زبان مشترکات بین پشتو، دری و عربی هستن. این حروف 28 حروف میشن که به ترتیب الف، ب، ت، س، جیم، ه، خ، دال، زال، ر، ز، سین، شین، صاد، ضاد، تا، ظا، عین، غین، ف، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ها و یا هستند. اینجا شما متوجه باشین هر انگاه که در هر زبان این حروف را شما میخواندین صدایشان همان یک صدا هسته. یعنی وقتی که شما صاد یا توا یا زوا یا عین یا این حروف را در زبان دری میبینین، عین صدایشان در پشتو هسته و عین صدایشان در عربی هسته، با کم تفاوتی که مردم ایجاد کرده و علتش ایسته که زبان زیاد استفاده شده و این صداها یا مثلا محکمتر شده یا ساده تر شده. به این احساس کمی تفاوت ها وجود داره، ولی در قانون و یا در سیستم یا در تئوری صدایشان همان چیز است که در هر سی زبان وجود داره و مخارجشان همان مخارج هستند که در هر زبان استفاده میشن. کتگوری دوم کتگوری هستند که تنها بین زبان پشتو و دری مشترک هستند که 4 حروف میشن، چ، پ، ژ و گ هستند. گرچه در زبان پشتو شما یک گاپی دیده باشین که یک پندک می داشته باشن، ولی این پندکشان غیر منطقی به احساس هستن که پندک در زبانها برای ریتوفلکس بودن یا قاط کردن زبان میه، ولی اینجا هیچ زبان قاط نشده. پس این گاپ ها در پشتو با کش نوشته میشه که گاپی دری و پشتو یکسان هستن. اینجا شما متوجه میشین همان چه که در زبان دری تلفظ میشه در پشتو هم چه تلفظ میشه. مثل در مثال چیز در پشتو چیری، یا پ در دری یا فارسی پدر در پشتو پلار، یا مثلا ژ در کلمه ژانر که کلمه فرانسوی است در پشتو در دری هر دوشان یک سم استفاده میشه، و یا گاب گذر یا مثلا در پشتو گرانه. یعنی این حروف قسمی که در دری خوانده میشه همان قسم در زبان پشتو هم خوانده میشه. کتگوری سیون کتگوری هستند که در منطقه یا در زبانهای شرقی به نام حروف خاصی زبان پشتو مشهور هستند، ولی این 8 حروف تنها خاص در پشتو هست با در نظرداشت یا در مقابل دری و عربی، به خاطر ای که این حروف در زبانهای اروپایی دیده شده، مثلا در آلمانی چه هستند در مثال پیتسک، یا مثلا جه هستند در دیگر زبانها، یا مثلا شما شین، ژه، نور و این 4 حروف که هستند بالخصوص در زبان اردو و هندی بسیار زیاد استفاده شده. پس ما گفته میتونیم که ما 8 حروف خاص در مقابل دری فارسی یا در مقابل عربی داریم. این حروف صداهایشان خاص هستند و یک ویژگی خاص بر زبان پشتو داده که زبان پشتو را اکثر محکمتر و به اصطلاح پشتونها زیره خوانده میشه. اینجا ما میتونیم که این حروف را صداهایشان با نظرداشت حروف دیگری که ما در زبانهای عربی و دری استفاده کنیم. مثلا وقت شما میخواین سه را بخوانین، شبیه یا نزدیک این یک صدا به ذهنتان میاد که او سه هسته. سه را که محکم بخوانین سه میسازین. دلیلش ایسته وقت که شما سه میگین زبان، نوک زبان با کام نزدیک شده سه گفته میشه، ولی وقتی که تمام زبان با کام نزدیک میشه باز سه میشه. یعنی سه را درشتر و محکمتر خوانده سه سه میشه. همان قسم برای زه شما میبینین که ما در زبان دری و عربی زه داریم. زه که نزدیک به زه هستن، همان قسم که در سه ما استفاده کردین شما متوجه شدین که نوک زبان با کام نزدیک شده زه میشه. وقتی که تمام زبان با کام نزدیک میشه زه زه میشه، یا زه را محکم خوانده زه میشه.
مثال یا حرف دیگر حرف ر هستند که در زبان پشتو معمولا سه قسم تلفظ میشه در سه لهجه ر، ی و گ تلفظ میشه، در حالی که در متون سابقه و در زبان های دیگر مثلا در زبان فرانسوی برای بونژور بونژور شما میبینین که اینجا ر استفاده شده. پس ما با نظر داشته صداهای زبان های دیگر میتونیم که اصلیت این حرف تضمین بکنیم و تعیین کنیم که این حرف ژ هستند که نزدیک و شبیه به ژ هستند. ژ را وقت که محکمتر بخوانین ژ ژ میشه و در این وقت شین هم شباهت به ژ به این خاطر داره که در زبان پشتو در لهجه هایشان به سه قسم خوانده میشه: شین، خین و خین، که بسیار شباهت در زبان های دیگر یا مثلا در روسی که وجود داره شتو یا مثلا خرشو، اونجا شما متوجه میشین که ای شین نزدیک به شین و شین نزدیک به یک دیگر هستن. پس شین را دروشتر و محکمتر خوانده شین میسازیم. چهار حروف دیگر که مشخصات بسیار شبیه و نزدیک دارن ایست که این حروف یک ریتوپلکس یا کات خوردگی زبان دارن. این حروف وقتی که ادا میشن زبان قات میشه مثل یک کفچواری. به این اساس این مشترکهشان پندک است که ما راجع به گاب که وقت بحث میکردیم در اوجا اشاره کردیم. اینجا شما متوجه میشین که اینمی پندک بودن اینا به اینا یک خاصیت یا مشخصه خاص داده که ریتوپلکس شده و زبان در وقت ادای این حروف قات میشه. پس اینجا شما متوجه میشین برای نون هم ما نون داریم. نونه اما نون خوانده ولی زبان قبچه کردن نون نور میشه. یا شما ره میبینید ره 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 از ره ما ره میسازیم که در انگلیسی شما متوجه میشین ار انگلیسی نزدیک به این است. میبینید که ره ره و ار یا ار ار زبان یعنی این کلمه یا این حرف شما میبینید در انگلیسی هم هسته یا در زبان های دیگر هم هسته، همان ری را زبان قاط کرده ری میسازیم. تی هم از حروف هستن که در زبان هندی و در زبان اردو بسیار زیاد دیده شده که چیزش تی هسته. تی شما ببینید در این هم وقتی که شما تی یا تی میگین زبان قبچه یا قاط میکنین و از تی تی میسازیم. و دال هم از حروف هستن که در زبانی انگلیسی و اردو دیده شده که مثال انگلیسیش دی هسته. دی و اینجا شما متوجه میشین که دال زبان سرشان قطع کرده دال میگذارد. کتگوری چهار کتگوری هسته که بسیار مهم هسته، بسیار به خاطر ای بسیار خج و فشار سرشان آوردم که تمام حروف یا تمام صداهایی که در زبان ها وجود داره حرکاتشان از این حروف میگیرن. این صداها نه تنها در زبان پشتو هست بلکه در تمام زبان های جهان وجود داره. در عربی، در اردو، در انگلیسی، در ترکی، در هر زبان حروف واول یا حروف صدادار که از خودشان صدا داره وجود داره که در زبان پشتو به این حروف حروف خپلواک گفته شده. به خاطر این خپلواک گفته شده که خودشان میتونن که صدا بتن و هم میتونن که کانسوننت ها را حرکت بتن. این حروف در زبان پشتو با نظرداشت مشخصات خاص خود در کاتگوری گوناگون جابجا شده. کاتگوری اولشان کاتگوری آ هستن. آ ا ا این سه صدا نسب یک دیگر هستن. مثل اولا الیف هستن که در کلمه بابا شما میبینین. دوم زبر هستن که نسب الیف میشه. در مثال شزه شما میبینین که اینجا در آخرش آمده و زبرکایی که در پشتو برشان میگن نسب زبر هستن که در مثال نیکه شما میبینین که در اینجا آمده زبرکایی نسب زبر هستن و زبر نسب الیف هستن. و همین قسم در زبان پشتو دو واو واول هستن و چند واو دیگری که وجود دارن اونها در کانسوننت ها و یا در سیمی واول ها میان. دو واو که بسیار مهم هستن، یک شواوی کوتاه هستن و یک شواوی طویل یا دراز هستن. واوی کوتاه در مثالی کدو کدو او شما میبینید یک قسم کوتاه خوانده میشه و واوی دراز شما میبینید در مثال بزو بزو او او او، یعنی شما بسیار با آسانی متوجه میشین که فرق داره.
بعد از این کتگوری ما کتگوری دیگر کتگوری یاها داریم. این دو یا یای واول هستند. گرچه در زبان پشتو ما یاها پنج تا داریم، ولی دویشان واول هستند و دیگرشان سیمی واول یا کانسوننت هستند. اینجا شما متوجه میشین وقت که ما این دو صدا را میگیم، دهن برای خودشان یک حالات خاصی اختیار میکنن، به این اساس این دو یاها فرق دارن و یکیش کوتاه گفته شده و دیگریش هم طویل گفته شده. مثلا ما میتونیم یک مشخصه خاصی که زبان پشتو داره ایسته، چیزی که خوانده میشه اونمو نوشته میشه. اینجا شما متوجه میشین وقتی که شما ای میگین، مثالشان وری، ای وری، وری، هر آن صدایی که شما شنیدین یا مثلا دیدین در یک متن پیش رویتان آمد که ای داخلش هم می آمد، نوشتهشان این قسم میشه وری، سری، لرگی، منگی و امثال هم. و دیگر یایی که ما داریم که در زبان پشتو بسیار استفاده میشه و بالخصوص در لهجه مشرقی بسیار با استفاده میرن، او ای هسته، ای که دراز خوانده میشه، به خاطر ای دراز گفته میشه که دهن در وقت ادایشان یک قسم در حالات درازی اختیار میکنن، که مثالشان ما میبینیم مستی، مستی، شیده. شما میبینین متوجه میشین که ای میشه، هر صدایی که شما شنیدین و او یک قسم دراز بود او ده ای میاید. کتگوری پنجم که یک کتگوری بسیار مهم هستن، به خاطر این بسیار گفتم که یاها مسئله ای هستن در زبان پشتو که خود پشتون ها هم نمیتونن یاد بگیرن، ولی یک آسانی را که در زبان به وجود آورده ایسته که هر قسم که یک حرف خوانده میشد، هر قسم یک صدا تولید میشد، اما آن قسم نوشته میشه. شما نیاز به این ندارین که برین پشت تیوری ها، برین پشت گرامر که گرامر چی گفته شده، چطور شده است و چنان هسته. پس ایاها هم آسانی به وجود آورده، هم مشکل ایجاد کرده. آسانی به این منظور به وجود آورده که وقتی که شما چند کلمه را میخوانین، کلمه های متفاوت میخوانین، شما میتوانین که فرق بینشان چی کنین بفهمین. و مشکلش ایسته که در لهجه های زبان پشتو بیشترین اوقات گدود میشن، ولی خوبیش ما براتون تشریح کردم. الان میایم سر مثال هایشان. شما اگر دو مثالشان درست یاد بگیرین، شما میتونین که هر صدایی یا هر کلمه ای که در جای دیگر میدیدین میتونین در این چوکارت بندازین. مثلا شما در هر یا یک مثال یاد بگیرین، پس هر جایی که همان قسم یاد در چشمتان خورد، شما میتونین که اونمو را استفاده کنین. مثلا ای، صدایشان ای، اوجا مثالش یک وری گفتیم. اینجا میایم یک مثال دیگر میگیم، مثلی سترگی، سترگی. اینجا شما متوجه میشین سترگی، گی نیسته، سترگی. مثال دوم، در این سترگی ما میتونیم مثال های دیگر بندازیم، سری، وری، منگی، لرگی، کوتی، غوتی. شما میتونین هر کلمه ای که در امین چوکات بود که ای در آخرش بود او چی میشه؟ اونم تو خوانده میشه. یای دیگر که بسیار معمول هستن، یای طویل هستن که ای صدا میشه، اونجا هم تشریح کردیم. مثال شایجا مثلا برای شما میاریم خلیه. هر وقت که شما یک کلمه را خواندین که در آخرش یا آماد و یک قسم دانه باز شد سرش، خلیه، مسته، خلیه، کلمات دیگری هم زیاد وجود داره که شما میتونید در این چوکات بندازید. یای سیوم یایی هست که به نام یای مؤنث مشهور هستند. یای مؤنث به این خاطر مشهور هستند در هر کلمه در آخرش که یای مؤنث آمد، همان کلمه مؤنث میشن. ای هر مثلا درنجلی، کوچی، کجدی، هر کلمه که در آخرش ای آمد او کلمه چی هستند؟ کلمه مؤنث هستند. حرف چهارم یا ای چهارم یای فعلیه گفته میشه و بالخصوص ای یا اکثر در فعل های امر میآیند که صدایشان عین یای مؤنث واری هستند، ولی فرقشان نیست که این فعل است، اسم نیستند. شما میبینین مثلا زی، خوری، چی و مثال های دیگر زیاد. یای آخر، یای بی نقطه یا یای مذکر گفته میشه، یای هستند که در کلمات میآیند که در آخرشان در کلمات در هر کلمه که در آخرشان ای آماده بود او یا مذکر هستند. در مثال سړی، منګی، لرګی و مثال های دیگری زیاد تر. دوستای نهایت گرامی، یک چیز که ما میخوایم اینجا بر شما تشریح بدم ایست که ما صداهای ما در زبان پشتو حالتای الوفونیک که در یک موقعیت یک قسم خوانده میشه، در یک
محیط دیگر دیگه قسم خوانده میشه زیاد داریم، ولی معمولا این 44 حرف استفاده میشن و بسیار برای فعلا قبول شدگی هستن که انشالله مطمئن هستم که شما مشکلتان که در زبان ها دارید با آسانی به طریقه یا به وسیله این حروف حل کرده میتونید. دوستای نهایت گرامی، این بود درس امروزی ما. تا درس بعدی، الله حافظ.